سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. طبق معمول هم هفته در خدمت شما هستم با برنامه تازه با بیمار عزیزی که ویدیوشو فرستاده. اما قبل از اون باید بگم که دیگه چیزی به پایان سال نمونده. در چند روز آینده دیگه چند روزی مونده که سال 1399 به پایان برسه و سال 1400 شروع شه. امیدوارم سال 1400 سالی پر از شادی و موفقیت برای شما هم عزیزم باشه. خب بریم سراغ برنامه خودمون. این هفته هم عزیزی رو داریم روی خط که میان و مطالبشون رو برامون میگن و صحبت میکنن و مشکلاتشون رو با ما در میون میذارن و خیلی جالبه، جزء اون دسته از بیماری هایی است که خیلی سخت درمان میشه ولی خدا رو شکر ایشون نتیجه بسیار خوب گرفتن. بله، صحبت های خانم سلطانی رو گوش میکنیم که محبت کردن ویدیو برای ما فرستادن. برمیگردیم، من در خدمتتون هستم. الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر وزیر تبار محترم و دکتر دراپا. این جانب مرزی سلطانی هم از شهر مشهد، ساکن شهر مشهد. بنده از 15 سال قبل بیماری خاصی داشتم، بیماریم ترس و اضطراب شدید، خوابهای آشفته، کابوسهای شبانه، ترس و لرزه بسیار داشتم، سردردهای مزمن و شدید متمایل به میگرن داشتم و همچنین تهوع شدید رنج میبردم، معده درد و تهوعهای شدید رنج میبردم، اعصابم همیشه ناراحت بودم، کسل و ناراحت بودم، دانشجوی زبان بودم ولی نتونستم درسمو، به حالت اینکه ناراحتی جسمی و روحی داشتم نتونستم درسمو ادامه بدم. به پزشکای متخصص مراجعه میکردم، داروهای مختلف میدادن، پزشک متخصص معده داروی معده میداد، میرفتم دکتر، از قلبم درد شدید میگرفت، میرفتم متخصص قلب، برام داروی قلب میدادن یا میگفتن که مثلا بیماری خاصی نداری، ولی من دائم از این علائم و این بیماری ها و کابوس های شبانه بسیار مضطرب و ناراحت میشدم. 8 سال پیش پدرم رو از دست دادم، این ناراحتی و بیماریم تشدید شد، دست و پاهام می لرزید، بعضی وقتا پاهام چنگ می شد، نمی تونستم راه برم، دستام می لرزید، نمی تونستم کار کنم یا درس بخونم، آرام و قرار نداشتم. این ناراحتی ها رو داشتم. این داروها هم زیاد برام فایده نمی کرد، داروی معده فایده نمی کرد، سردردام شدید می شد، مسکن می خوردم، داروهای خواب آور و مسکنات که واقعا خسته شده بودم. تا اینکه وقتی بعد از فوت پدرم بیماریم تشدید شد، گفته خانوادم مثل اینکه فکم گیر کردم، دونم از حال رفتم. بعد منو میبرن پیش دکتر مغز و اعصاب، یه مقدار داروی خواب آور و داروی آرام بخش میده دکتر به من، ولی زیادم از این داروها نتیجه نگرفتم. خلاصه دکترم به من گفت شما به اسکیزوفرنی شدید مبتلا شدی همراه با پارکینسون، باید تا آخر عمرت دارو بخوری، درمان خاصی نداره، افسردگی بسیار شدیده، باید دارو بخوری. داروها من دوزشون رو زیاد میکردم بعضی وقتا. تا اینکه خواهرم که 8 سال از برنامه های آقای دکتر وزیری تبار از شبکه ITN دنبال میکردن، به من گفتن که دکتر وزیری تبار حتما تماس بگیریم برای دارو بفرستن، داروهای دکتر شفا بخشه. ضمناً کتاب آقای دکتر رو از انتشارات تیموری و آقای علی خانی درخواست کردیم، این کتاب رو مطالعه کردیم، فی بردیم که این درمان واقعیه، یعنی واقعا هر کس که
میخواد از بیماری صعب العلاجش درمان بشه باید از داروهای دکتر وزیری تبار استفاده کنه و الا هیچ درمانی برای بعضی بیماری ها نیستش. کتابو درخواست کردیم، خیلی استفاده کردیم، هم به فامیلامون هم به دوست و آشنامون معرفی کردیم آقای دکتر وزیری تبارو. آقای دکتر با من تماس گرفتن، صحبت کردیم، گفت بیماری شما قابل علاج، قابل درمان، نگران نباشین، براتون دارو میفرستم. از اینجا دستای مهربان آقای دکتر وزیری تبارو میبوسم، ازش خیلی تشکر میکنم، به ما زندگی دوباره دادن، ما رو از گرفتاری و از بیماری ها نجات دادن، نه تنها بنده رو، کل خانوادم نجات پیدا کردن. نمیدونم از آقای دکتر وزیری تبار چطور تشکر کنم. خدا اون روز برسه که از نزدیک ایشون دستایشون رو ببوسیم، از نزدیک ملاقات کنیم آقای دکتر. واقعا وقتی اسم آقای دکتر میاد اشک از چشمانم سرازیر میشه که واقعا به ما چه لطفی کردن. نمیتونم چطور تشکر کنم از آقای دکتر. من داروها رو خوردم، در دو نوبت کاملا خوب شدم. داروهای اون یکی پزشکا که تو شهر مشهد بهم داده بودن، داروهای اعصاب و پارکینسون، همشو تقریبا به 10% رسوندیم، کم کردیم داروها. یواش یواش دیدم حالم بهتره، نیازی به دارو ندارم، خیلی خوب شدم. دوباره شادابی و شادمانی و سلامتی به خانوادم برگشت، به خودم برگشت. از گذشتم خیلی بهترم، از 20 سال پیشم بهترم، مثل اینکه 20 سال جوانتر شدم. انرژی و زندگی شادی دوباره خونمون اومده. خلاصه میخواستم بگم که آقای دکتر داروهاشون واقعا قابل اعتماد، هر کس که این برنامه رو میبینه اعتماد کنه، این داروها نجات بخشه. آقای دکتر نجات دادن ما رو، نجات دادن خیلی بیمارا رو. من خیلی ها نشون دادم، معرفی کردم آقای دکتر رو که از داروهاشون استفاده کنم و اطلاع هم دارم که خوب شدم. هر کس یه بیماری داشت خوب شده. هم از آقای دکتر وزیری تبار محترم و عزیز، هم از پروفسور درافا تشکر میکنیم، نهایت تشکر رو داریم. هر روز براشون دعا میکنم خدا انشالله سایهشون رو سر همه ما مستدام بکنه، سایه آقای دکتر و دکتر درافا رو. انشالله هیچ وقت ناراحتی و نگرانی و ناراحتی نداشته باشن. آرزومی که از نزدیکیشون رو ببینم. خیلی ممنون، متشکرم، قربون شما، دستاد مهربونتون رو بازم میبوسم آقای دکتر، متشکرم. خب خیلی ممنون خانم سلطانی، لطف دارید، محبت دارید و مطالبی که میگید میدونم از دلتون برمیاد، ولی من وظیفم رو انجام میدم. خیلی خوشحالم که سلامتی پیدا کردید، میتونید ادامه تحصیلتون رو بدید، موفقیت براتون ایجاد شده، انشاءالله همیشه 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 سلام داشت. همطور که در گفتار ایشون هم دیدید، بیماری ایشون در اصل اسکیزوفرنی بود یا شیزوفرنیا. بیماری خیلی سختیه، معمولا ما بیماری های اعصاب و روان رو تحت درمان قرار نمیدیم، ولی چون بیماری اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی اختلالی در آنزیم های مغزی است، سلول های بنیادی قادر هستند آنزیم های مورد نظر رو به وسیله ترمیم سلول های سرمیده در مغز تامین بکنن و ما در مورد اسکیزوفرنی موفق بودیم. امیدوارم در موقع مورد بقیه بیماری های اعصاب و روان هم بتونیم کاری برای عزیزان بکنیم. خیلی از شما عزیز من خواهش کرده بودید که یک ویدئوی جدیدی رو که من هی قولش داده بودم، گفتم سورپرایز براتون میکنم، براتون بذارم در مورد آقای دکتر کریستین دراپا که ایشون محبت کردن این ویدئو رو برای ما فرستادن. عزیزان ما این رو ادیت کردند، دوبله به فارسی کردند، به زبان فارسی ترجمه کردند که شما عزیزان بتونید دقیقا متوجه بشید ایشون چی میگن. و این ویدئو حدود 5 دقیقه هست، بهترین صحبت هایی که
آقای دکتر دراپا در مورد استمرجین کردن. این رو بریم با هم ببینیم، برگردیم، من در خدمتتون هستم. من کریستیان دروپا هستم و تخصص من نوروفیزیولوژی است، یعنی تحقیق در زمینه عملکرد سیستم عصبی، اما مطالعات فعلی من اساساً در زمینه سلول‌های بنیادی میباشد. دلیل اینکه امروزه تمرکز بسیاری متوجه سلول‌های بنیادیه اینه که همگان به پتانسیل فوق‌العاده سلول‌های بنیادی بالغ در احیا و بازسازی واقفند. در اینترنت و هر جای دیگه‌ای می‌بینید و می‌خونید که چطور سلول‌های بنیادی استخراج شده از خون، مغز و استخوان یا بافت چربی رو می‌تونیم تغییر و این بار با فواید فوق‌العاده‌ای که برای سلامت انسان دارند مجدداً به بدن تزریق نمود. اما موضوعی که به اون اشاره نمیشه اینه که این سلول‌ها از ابتدا به ساکن در بدن حاضرند. دلیل برتریشون استخراج و ورود دوبارهشان به بدن نیست. در اینجا سوالی که پیش میاد اینه، وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدن چیست؟ اکنون دانشمندان پس از حدود 15 سال تحقیق به صراحت بیان می‌کنند که سلول‌های بنیادی سیستم ترمیم و بازسازی طبیعی بدن را تشکیل می‌دهند. هر چه تعداد سلول‌های در گردش بیشتر باشه، سلول‌های بیشتری می‌تونند در فرایند طبیعی ترمیم بافتی شرکت کنند. هدف استمریژن در دست داشتن محصولی است تا با مصرف اون تعداد سلول‌های بنیادی بیشتری را به طور روزانه وارد گردش خون کنیم. این روشی است برای بهره‌مندی از پتانسیل عظیم سلول‌های بنیادی بالغ در هر فرد و در هر کجای جهان. به یاد داریم زمانی که اولین مطالعات و اولین مشاهدات در زمینه پتانسیل سلول‌های بنیادی بالغ منتشر شد. تمام شور و هیجانات مربوط به اوایل دهه 2000 بر توانایی بالقوه سلول‌های بنیادی جنینی متمرکز شده بود. کمی بعد بود که متوجه شدیم سلول‌های بنیادی بالغ نیز می‌تونن همین پتانسیل رو داشته باشن. به محض ثبت این یافته‌ها، اولین هدفی که دانشمندان و پزشکان بر اون متمرکز شدند این بود که چطور میتوان از این سلول‌ها استفاده کرد، چطور میتونن اونا از بدن خارج کرده و با انجام یک سری اقدامات آزمایشگاهی اونا رو دوباره وارد بدن کنند. بنابر این تمرکز ما بر روی استخراج سلول‌های بنیادی به نوعی کوک کردن اونها در آزمایشگاه و تزریق دوباره به درون جریان خون بود. به مرور زمان متوجه شدیم که دیگه نیاز نیست کار چندانی در آزمایشگاه انجام بدیم، کافی است اونا رو وارد بدن بکنیم. خودشون کار خودشون رو بلدن، چرا که کار اونها ترمیم و بازسازیه. کانون توجه مطالعات من تحقیق بر روی گیاهانیه که به عنوان یک عامل تحرک بخش برای سلول‌های بنیادی عمل میکنه و ترشح طبیعی این سلول‌ها از مغز و استخوان رو تقویت میکنه. تمامی این تحقیقات با هدف ثبت تأثیر انواع گیاهان در نقش محرک سلول‌های بنیادی انجام شده. حالا که همه این مطالعات به ساخت استمریجن منتهی شده، قدم بعدی اثبات رابطه بین افزایش روزانه تعداد سلول‌های در گردش با استفاده از محصولی مانند استمریجن و تأثیر اون بر سلامت و انواع بیماری هاست. بنابراین مزیتی که استمریجن ارائه می‌کنه رویکرد جدیدیه که من اون رو تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی درونی می‌نامم، یعنی آزادسازی سلول‌های بنیادی خودی تأثیر اون خفیف‌تره، بنابراین تعداد کمتری از سلول‌ها را آزاد می‌کنیم. در نتیجه انجام اون در طولانی مدت کاملاً بی‌خطره و حتی تأثیر تجمعی اون بسیار بیشتره. در حال حاضر در مرحله کارآزمایی بالینی هستیم و نه تنها به مقایسه دو روش تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی و تزریق سلول‌های بنیادی به یکدیگر می‌پردازیم، بلکه امکان سازگاری این دو روش در کنار یکدیگر را نیز بررسی می‌کنیم. اگر به داشته‌های امروزمون در زمینه تکنولوژی سلول‌های بنیادی و آینده اون نگاهی بندازیم، ناخودآگاه و البته تا حدودی به درستی به فکر درمان‌های خالص‌تر و تکنولوژی خالص‌تر در بهره‌برداری از سلول‌های بنیادی خواهیم افتاد و به امکان انجام نوعی تغییرات ژنتیکی در اونها به منظور درمان برخی از بیماری‌ها فکر کنیم. تلاش گسترده‌ای توی این مسیر آغاز شده و ادامه خواهد داشت. با این حال با تأمل بیشتر متوجه میشیم افراد نیازمند این گونه درمان در اقلیت هستند. اون هم اقلیتی که نمیتونه هزینه این درمان را تقبل کنه. بنابراین از نظر من مفهوم مهمتر و جهانی تکنولوژی سلول‌های بنیادی یا درمان با سلول‌های بنیادی درک این حقیقته که در طول زندگی سلول‌های ما به طور روزانه از بین میرن. هر روز سلول‌هایی که از بین میره جایگزین میشن.
که این وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدنه. پس اگر بتوان روزانه سلول‌های بنیادی رو در بدن آزاد کرد، یعنی هر روز به ترمیم و تجدید بافت کمک کرده و بدین ترتیب در طول زندگی فرد از بروز مشکلات جلوگیری کرده. بنابراین بهره برداری از سلول‌های بنیادی به این روش بر روی جامعه تأثیر بسیار عظیمی داره و به سادگی میتوان گفت با تقویت آزادسازی سلول‌های بنیادی به طور روزانه کیفیت زندگی افراد رو حفظ کردیم و این دستاورد بزرگیه. از نظر من رسالت با ارزشی که سلول‌های بنیادی برای همه در آینده رقم خواهند زد، درک این بخش از ساختار بدن و وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی و سپس تقویت و بهره برداری از پتانسیل سلول‌های بنیادی خودیه. اغلب اوقات اینو مثال می‌زنم. 10 سال پیش پله‌ها رو 3-1 بالا می‌رفتیم. 5 سال پیش 2-1. 2 سال پیش 1-1. 1 سال پیش 1-1 اما آروم‌تر. 6 ماه گذشته 1-1 آروم تر و با توقفی کوتاه برای رفع خستگی و ناگهان 1 روز سکته قلبی میکنی. مشکل ما از اون روز شروع نمیشه. همه چیز شامل یک سیر تدریجی آهسته است تا روزی که مشکلات تأثیر خود بر زندگی ما رو نشون میده. اینجاست که متوجه اون میشیم. بسیاری از موارد در این سیر تدریجی قرار میگیرن. اگه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش خون رو بالا ببریم و به بدن کمک کنیم تا قبل از ظاهر شدن بیماری خودش رو ترمیم کنه، میتونیم سلامت بمونیم و این مزیت رو به بدن بدیم که از پیشگیری فراتر رفته و تواناییش رو در حفظ سلامتی خودش افزایش بده. پس این محصول هم برای کسایی که دچار شکستگی و آسیب هستند و هم تمام کسایی که سلامتند و از توانایی و پتانسیل سلول‌های بنیادی آگاه بوده و میخوان سلامت بمونن مفیده. پس با مصرف روزانه استمریجن این فرصت رو به بدن میدیم تا سلامتی خودش رو حفظ کنه. خب صحبت‌های جناب آقای پروفسور دراپار شنیدیم. عزیزانی که دچار مشکلات و بیماری های صعب العلاج هستید، MS, ALS, MD, ماسکولار دیستروفی، ضعف عضلانی، میوپاتی، ناراحتی قلبی، ناراحتی مغزی، سکته‌های قلبی، سکته‌های مغزی، دمانس، آلزایمر، بیماری های کبدی، سیروز کبدی، هپاتایتیس، بیماری کلیوی، نارسایی کلیوی، دیابت، بیماری استخوانی، مفصلی، دیسک بین مهره‌ای و بیماری ریوی، COPD، آمفیزم، آسم، برونشیت، هر گونه مشکلی که دارید، مطمئن باشید با تماس با کمپانی ما و صحبت با من و مشاوره‌ای که در مورد بیماریتون با ما میکنین ضرر نخواهید کرد. دقت کنید این شماره که زیر صفحه نوشته شده برای شما نوشته شده. با این شماره تماس بگیرید، اگر قرار پیغام بذاره پیغام بذارید، اگر جواب دادن باشون صحبت کنید و از طریق میدیا با ما در ارتباط باشید. از طریق میدیا همون طریق است که یا از طریق اینستاگرام یا از طریق فیسبوک یا از طریق توییتر یا از طریق یوتیوب، هر کدوم ما همه اینا رو اون زیر میبینید، اون زیر نوشتیم تمام رو، میتونید واردش بشید. و آها، بهتره، خب بهتره که من راجعش توضیح بدم. طبق معمول من یه توضیح کاملی با ارتباط با میدیا برای شما عزیزان میدم و بعد برمیگردم در خدمتتون هستم. اول در مورد وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www.drwaziritabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید، وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدیم، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب در بالا نوشته شده الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم، متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید، آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستند که تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما
در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میدیم. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصولی است به نام سم رژن، همینی که در تصمیم می‌بینید که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی استنرژی قوی ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، همینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استمسل رو از مغزستان آزاد میکنه و میره به طرف بافتای صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا میبینید، این باتلی که در اینجا تصویرش رو میبینید. و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستن، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستن، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان با مشاوره‌ای که با من میکنن، میتونن استم رژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا ستا یا ششتا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپال از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپال هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبسی، از الف تا یه ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین، صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها هم از دیابت، دیجنوسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی های سیاتی، سر، فلج مغزی، فابرومالژیا و و و و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش بهبود یافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا، نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام اس، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگی کار نخاعی، زایای نخاعی، اندومتریوز، ام اس، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام اس، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه های از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر صفحه، هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید. این علامت‌ها به ترتیب از دست چپ، یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه. به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم، از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم، میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله، این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید. و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید، یه مقداری که بیاین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیرتبار، مدیریت روابط عمومی، برای وقت مشاوره تلفنی نام بیمار، بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید، من الان دارم دورشو با این فلش نشون میدم، این اون چیزی هستش که شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن، میتونن با این شماره از مرکز ما، از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی، تصاویر مختلف، نحوه درمان بیماری کلیوی، آرتروز. اگه نگاه کنید اون بالا، اینجا نگاه کنید، نوشته پست، یعنی پست ها، بغلش نوشته IGTV. لطفاً IGTV رو کلیک کنید ببینید. آها،
وقتی آی جی تی وی رو کلیک میکنید صحبت های هفتگی من میاد، یعنی صحبت هایی که به غیر از برنامه تلویزیونی، صحبت هایی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار ازدار، استرم رژین و پیشگیری از ابتلا به کرونا، بعد تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان که صداشون برام فرستادن، بعد دوباره بیمار درمان شده ام اس، بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند. شما در این به اصطلاح آی جی تی وی میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدیدی رو در آی جی تی وی که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم، میبینیم درمان آرتروز، بیماری های کلیوی، همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و استمرجین استفاده کردن و راضی هستن، درمان سر، درمان بیماری چشمی، خانم دکتر دندانپزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمرجین، و خانم دکتر، خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیش سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما ایشون، اینا همه به صورت ویدیو، بالاش علامت ویدیو داره، میتونید اینها رو تماشا کنید، ببینید و تمام رو تا پایین. و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که prepare renew rejuvenates، جوانسازی، سلامتی و مورد استفاده استمرژین، که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید. وقتی روش کلیک میکنید میاد و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه، استرمیجین چی هست، و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در این در اینستاگرام ما وارد بشید، بررسی بکنید، پیگیری بکنید، به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهید رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم، همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم، دوباره برمیاریم عقب، میریم روی همون وبسایت دی‌آر وزیری تبار، دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم، ما الان قبلش اینستاگرام رو الان باهاتون صحبت کردیم، ولی میتونید برید رو اولی اف یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید، تصویر من رو در دایره میبینید، اون رو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همطور که میبینید از بالا تا پایین، توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری های مختلف دادم از بالا تا پایین میبینید، بیماری های مختلف رو میبینید و و و بسیار شبیه اینستاگرامه، و فیلم های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک میتونید سند مسیج، مسیج بفرستید برای ما در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم، سند مسیج. هم میتونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره. و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، دوباره برگردیم رو وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم، میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید، به محصه که باز میکنید، باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی، و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر صفحه رو بیاید پایین، بعد از سخنرانی آقای دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت‌های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم دو سه یک دو دقیقه هست، و بعد بیماران درمان شده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید، سمینارهایی که من در شرکت داشتم. و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو، ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون،
این بار وارد تلگرام بشیم. میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و وارد تلگرام خودمون بشیم. همطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست نوشته شده و برای مشاوره میتونین واتساپ یا تلگرام با اون شماره بکنین. در این تلگرام کمپانی ما هست و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده‌ای که میبینیم. وارد توییتر هم بشیم همینطور، تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @dr وزیری تبار هست، همه اینها همین هست. و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دژنراسیون ماکولا توضیح داده شده و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید. استمریجنگ تقویت کننده سلول های بنیادی است، یعنی نقش طبیعی سلول های بنیادی در بدن را بهبود می بخشد. به طور دقیق تر، آزادسازی سلول های بنیادی از مغز و استخوان و ورود آنها به بافتها را پشتیبانی می کند. به منظور درک بهتر فواید استمریجن، می توان آن را از جمله محصولات درمانی به واسطه سلول های بنیادی به حساب آورد. وقتی از درمان با سلول‌های بنیادی صحبت می‌کنیم، این فرایند معمولاً مبتنی بر استخراج سلول‌های بنیادی از یک منبع همانند مغز استخوان، جریان خون یا بافت چربی که به آن سلول‌های آدیپوز مشتق شده از بافت چربی نیز می‌گوییم. سپس تکثیر یا افزایش تعداد آنها در آزمایشگاه و نهایتاً تزریق آنها به درون جریان خون می باشد. پس به بیان ساده تر، هدف درمان بنیادی افزایش تعداد سلول های در حال گردش در جریان خون به واسطه تزریق می باشد. اما نقطه‌ای که هرگز به آن اشاره نمی شود این است که نقطه آغازین این فرایند سلول هایی است که در خود بدن در مغز استخوان، جریان خون یا بافت چربی وجود دارند. اگر سلول‌های بالغ چنین پتانسیلی در تجدید و بازسازی دارند، وظیفه طبیعی آنها در بدن چیست؟ و تحریک توانایی بدن در آزادسازی سلول‌های بنیادی چه تأثیری دارد؟ فرایند تکثیر تعداد سلول‌های بنیادی در حال گردش نه از طریق تزریق بلکه به واسطه تقویت آزادسازی طبیعی این سلول‌ها از مغز و استخوان، تحرک درونی سلول‌های بنیادی یا به اختصار ESCM نام دارد. پیشرفت این رویکرد درمانی از مفهومی سرچشمه گرفت که برای اولین بار در سال 2000 مطرح شد. طبق مشاهدات صورت گرفته نتایجی منتشر شد که بیان می‌کرد سلول‌های مغز استخوان نه تنها توانایی تبدیل به سلول‌های خونی را دارند، بلکه توانایی تبدیل شدن به سلول‌های مختلف بافتی را نیز دارا هستند. اولین مشاهدات حاکی از توانایی تبدیل سلول‌های بنیادی به سلول‌های مغز، قلب و جگر بود. بر اساس این مشاهدات مقاله‌ای در ژورنال فرضیات پزشکی سال 2002 به چاپ رسید که مطرح می‌کرد سلول‌های بنیادی مغز و استخوان در حقیقت سیستم طبیعی ترمیم بدن را تشکیل می‌دهند. در آن زمان این فقط یک فرضیه بود، اما اکنون پس از 15 سال به عنوان عملکردی در بدن شناخته می‌شود. سلول‌های بنیادی مغز و استخوان سیستم ترمیم طبیعی بدن را تشکیل می‌دهند. در حالی که نمونه‌های حیوانی بسیاری در زمینه آسیب‌های متعدد مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، تفسیر دقیق‌تر در رابطه با این پدیده از مطالعات مرتبط با حملات قلبی به دست آمد. پس از حمله قلبی به عنوان مثال استفاده می‌کنیم. هر زمان فردی دچار سکته قلبی می‌شود، پس از چند ساعت ترکیبات خاصی در جریان خون ظاهر می‌شوند، مثل فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت یا GCSF، فاکتور سلول بنیادی و اینترلوکین 8. این ترکیبات با گردش در خون و رسیدن به مغز استخوان، انتشار سلول‌های بنیادی از مغز استخوان را تحریک می‌کنند. تنها چند روز پس از سکته قلبی، تعداد سلول‌های بنیادی در گردش بین 3 تا 10 برابر افزایش می‌یابند. وقتی این سلول‌ها از مغز استخوان ترشح شدند، از اینکه کدام بافت نیاز به ترمیم دارد هیچ اطلاعی ندارند. بنابراین طی 2 یا 3 روز پس از آسیب یا جراحت وارد شده، بافت آسیب دیده ترکیب دیگری به نام فاکتور مشتق 1 از سلول استرومال یا SDF1 ترشح می کند.
سلول‌های بنیادی با گردش در جریان خون به مویرک‌های ظریف بافت آسیب دیده میرسن. SDF یک وقتی با گیرنده‌های مخصوص سطح سلول‌های بنیادی ارتباط برقرار می‌کند، سبب ورود سلول‌های بنیادی از جریان خون به درون بافت می‌شود و این سلول‌ها به محض تماس با بقایای سلولی آن بافت شروع به تکثیر کرده، تمایز یافته و به شکل سلول‌های آن بافت در می‌آیند. بنابراین این فرایند شامل آزاد شدن سلول‌های بنیادی از مغز استخوان، گردش آنها در خون، ورودشان به بافت و در نهایت تکثیر و تغییر شکل آنها به سلول‌های بافت آسیب دیده می‌باشد. پرواضح است که به منظور ترمیم کامل یک بافت، هر یک از این 5 مرحله ضروری است. اما مرحله‌ای که بیش از همه هدف مطالعات بوده، آزاد شدن سلول‌های بنیادی از مغز استخوان است. آن هم به این دلیل که دانشمندان به چگونگی تحریک این آزادسازی سلولی پی بردند، یعنی تزریق ترکیباتی چون GCSF که منجر به افزایش تعداد سلول‌های بنیادی در حال گردش می‌شود. مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین سلامت و تعداد سلول‌های بنیادی پرداختند که حاصل آن 3 نتیجه کلیدی مهم است. نتیجه 1. میان سلول‌های بنیادی در گردش و توانایی ترمیم بدن ارتباط مستقیم وجود دارد. نتیجه 2. اگر بتوان تعداد این سلول‌ها را افزایش داد، می‌توانیم توانایی بدن برای ترمیم و بازسازی را تقویت کنیم. نتیجه 3. بین توانایی بدن در حفظ سلامت خود و تعداد سلول‌های بنیادی در گردش ارتباط مستقیمی وجود دارد. یا بالعکس، در افرادی که تعداد سلول‌های در حال گردش کمتر است، ریسک ابتلا به بیماری‌های متعدد تحلیل برنده بالاتر می‌باشد. بیایید نگاهی داشته باشیم به مطالعاتی که به شرح این 3 مورد از جوانب سلامت انسان می‌پردازند. در این مطالعه دانشمندان به تعیین تعداد سلول‌های در گردش 500 نفر از کسانی که در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هستند می‌پردازند. گروه اول شامل افرادی با سطح سلول‌های بنیادی کمتر می‌باشد. گروه دوم شامل افرادی با سطح متوسط سلول‌های بنیادی و گروه سوم شامل افراد با سطح بالایی از سلول‌های بنیادی هستند. این نمودار طبق مشاهدات به دست آمده از هر نوع عارضه قلبی عروقی در طول یک سال است. به طور مثال، حمله قلبی، درد قفسه سینه یا ریتم غیر طبیعی قلب، مسئولیت از هر گونه عارضه قلبی عروقی را نشان می‌دهد. حرکت رو به پایین هر یک از خطوط نشان دهنده ابتلای یک فرد به یکی از این بیماری‌های قلبی عروقی است. بنابراین می‌توان دید افراد با سلول‌های بنیادی کمتر در مقایسه با آنها که از سطح بالای سلول‌های در گردش خون برخوردارند به عارضه‌های قلبی عروقی بیشتری دچار می‌شوند. در نتیجه تعداد سلول‌های در گردش بهترین فاکتور پیش‌بینی در سلامت قلبی عروقی است. به عبارت دیگر، هرچه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش بیشتر باشد، بدین معنی است که سلول‌های بیشتری آمادگی شرکت در فرایند ترمیم بافتی قلب را دارند. در نتیجه سبب به تعویق انداختن و حتی پیشگیری از مشکلات قلبی عروقی می‌شوند. با توجه به این یافته‌ها، اگر قادر به افزایش تعداد سلول‌های بنیادی باشیم، آیا می‌توان فرایند ترمیم بافتی را بهبود بخشید و در واقع مسیر یک بیماری را تغییر داد؟ این مطالعه است که توسط مؤسسه ملی سلامت انجام گرفته. در این مطالعه دانشمندان با تحریک حمله قلبی در موش‌ها آنها را به 2 گروه تقسیم کردند. گروه کنترل که هیچ مداخله‌ای برای آنها صورت نگرفت و گروه آزمایشی که به آنها GCSF و فاکتور سلول بنیادی تزریق شد که به طور قابل توجهی منجر به افزایش تعداد سلول‌های بنیادی در گردش شد. حیوانات گروه کنترل پس از 1 ماه بررسی شدند. بافت التیامی در دیواره بطنی به طور محسوس قابل مشاهده است. هیچ عروق خونی جدیدی دیده نشده و درصد بقا 17% است. در گروه آزمایشی ترمیم دیواره بطنی به طور قابل توجهی مشاهده می شود. رگ‌های خونی جدید به درون بطن‌ها وارد شده و درصد بقا 73% است. بنابراین در جهانی که هیچ راه حلی برای بهبود یافتن از یک حمله قلبی وجود ندارد، نتایجی ارائه شد که نشان دهند که بهبود تقریباً 100% بعد از 1 ماه است. به دلایل متعدد این پروتکل انجام شده برای موش‌ها قابل اجرا برای انسان‌ها نیست. با این حال حاکی از یک حقیقت بسیار مهم است. اگر روشی برای افزایش تعداد سلول‌های بنیادی در گردش وجود داشته باشد،
پس بدن سازمان یا بیولوژی مورد نیاز برای استفاده از این سلول ها به منظور ترمیم بافتی را به میزان قابل توجه داراست. داده های مشابهی در رابطه با دیگر عارضه ها همچون دیابت، بیماری های ریوی، آسیب های فیزیکی، همانند شکستگی استخوان، زخم ها، مشکلات سیستم عصبی همچون سکته مغزی، بیماری پارکینسون و ضایعات نخاعی به دست آمده است. در حین انجام چنین مطالعاتی، برخی مشاهدات اتفاقی نیز صورت گرفت. مثلا حین مطالعه بر روی ترمیم یک عضو و یا امکان انجام پیوند مغز استخوان، دانشمندان پی بردند که سلول‌های بنیادی قابلیت ورود به بافت‌های آسیب ندیده را نیز دارند و می‌توانند در فرایند ساده ترمیم طبیعی بافت یا حفظ سلامت بافت شرکت کنند. به عبارتی سلول‌های بنیادی علاوه بر ترمیم بافت آسیب دیده، با جایگزینی با سلول‌های از بین رفته در ترمیم روزانه و طبیعی بافت به عنوان فرایند تغییر و تحول بافتی مشارکت داشته باشند و نشانگر این است که علت اصلی و بنیادین ظهور بیماری زوال توانایی بدن در ترمیم خود است. به عبارت دیگر در افرادی که تعداد سلول‌های بنیادی در گردش کمتر است، خطر ابتلا به بیماری‌های متعدد تحلیل برنده بیشتر می‌شود. در اینجا به چند مثال اشاره می‌کنیم. در این مطالعه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش برای افراد مبتلا به دیابت در مراحل مختلف تعیین شده است. گروه اول با سطح تحمل گلوکز نرمال، مبتلایان به اختلال قند ناشتا، مبتلایان به اختلال تحمل گلوکز و در نهایت دیابتی‌های وابسته به انسولین می‌توان دید که با پیشرفت مراحل ابتلا به دیابت تعداد سلول‌های بنیادی کمتر و کمتر می‌شود. با افزایش مشکلات این بیماران همچون نفروپاتی دیابتی یا درگیری کلیوی و مشکلات مرتبط با آن، مشاهدات مشابهی حاصل شد. با شمارش تعداد سلول‌های بنیادی در گردش این افراد و جداسازی آنها بر اساس تعداد سلول‌ها مشاهده می‌کنید که در افراد با تعداد سلول‌های بنیادی کمتر عملکرد کلیوی طی یک سال رو به زوال می‌گذارد. این در حالی است که وضعیت افراد با تعداد بیشتری از سلول‌های بنیادی ثابت باقی می‌ماند. پس آن دسته که تعداد سلول‌های بیشتری دارند توانایی حفظ عملکرد کلیوی بالاتری را دارا هستند. مشاهدات مشابهی نیز در رابطه با دیستروفی یا تحلیل عضلانی گزارش شده و در نهایت مطالعه دیگری که طی آن تعداد سلول‌های بنیادی در گردش در افرادی که از اختلال نعوض شکایت دارند محاسبه شده و نتیجه آن با تعداد سلول‌های بنیادی موجود در خون گروه سالم مقایسه شد. تعداد سلول‌های بنیادی در گردش در افرادی که از اختلال نعوض رنج می‌برند تقریباً نصف تعداد سلول‌های موجود در افراد سالم است. اگر شاخص بین‌المللی عملکرد نعوض همه این افراد را مشخص کنیم و این شاخص را با تعداد سلول‌های بنیادی در گردش مرتبط سازیم، رابطه مستقیمی را خواهیم یافت. بین عملکرد نعوض و تعداد سلول‌های بنیادی در گردش رابطه مستقیم وجود دارد. این ارتباط در بیماری تصلب شرایین نیز صادق است. در واقع رابطه مستقیمی بین تعداد سلول‌های بنیادی در گردش و سلامت عمومی سیستم قلبی عروقی برقرار است. در رابطه با سیستم تنفسی، عملکرد کبدی، بیماری‌های سیستم عصبی همانند پارکینسون و آلزایمر و حتی در رابطه با سندروم متابولیک نیز اینگونه می‌باشد. نتیجه این که در افراد مبتلا به پیشرفت بیماری‌های تحلیل برنده در مقایسه با افراد سالم به طور متوسط تعداد سلول‌های بنیادی کمتری در گردش خون وجود دارد. بنابراین نتیجه حاصل شده این است که اگر واسطه‌ای برای افزایش تعداد سلول‌های بنیادی وجود داشته باشد، این عمل سبب تقویت توانایی بدن در ترمیم و بهبود سلامت کلی خود خواهد شد. مشکل اینجاست که ترکیبات شناخته شده به منظور این امر مانند GCSF و فاکتور سلول بنیادی نمیتوان بدون خطر عوارض جانبی بیش از چند روز برای انسان مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل دستیابی به استمریجن پیشرفت عظیمی در تحقیقات سلول‌های بنیادی است. اما نکته منحصر به فرد استمریجن این است که تمامی ترکیبات آن با دوز مناسبی به کار گرفته شده که به تنهایی قادر به تقویت عملکرد سلول‌های بنیادی هستند.
امروز بدون شک استمریژن قدرتمندترین تقویت کننده سلول های بنیادی موجود است. بیش از 2 سال است که استمریژن در دسترس عموم قرار دارد و گزارشات این ترکیب مؤثر حاکی از تأثیر بسیار شگفت‌انگیز و متحول کننده آن برای بسیاری است. موارد بسیاری در حال ثبت و درمان می باشند و امیدواریم به زودی آنها را در نشریات علمی به چاپ برسانیم. امید است این گزارش درک بهتر و مفیدتری نسبت به موفقیت چشمگیر استمریژن و اهداف و مفاهیم ماورای آن به دست داده باشد. و مهمتر از همه فوایدی است که مصرف آن برای بیماران شما به ارمغان خواهد آورد. یه خوب امروز خستتون کردم. امیدوارم که هر جای دنیا هستید شاد و سلامت و موفق باشید به دور از بیماری. باز هم ممنونم از همه صبر و شکیبایی شما به خاطر اینکه میدونم محصولاتتون دیر به دستتون رسیده. خب کرونا بوده، مرزا بسته بوده، مشکلات بوده، ما به هر جهت عقب هستیم از کار، ولی تمام تلاشمون کردیم که در سال 1400 به روز بشیم، دیگه خیلی عقب نباشیم از ارسال محصولات و شما هم راضی باشید و به موقع محصولات دستون برسه که نتیجه خوبی رو زودتر به دست بیارید. پس تا هفته آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.